درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نجات هستم به همراه دوست گرامی شهرام آریان در یک دیگه از نشست های بررسی تاریخ معاصر ایران بر بنیاد تحلیل فرهنگی توضیحی جنبش رنسانس ایرانی در خدمتون هستیم. برای دوستانی که 4 برنامه پیشین رو ندیدند سفارش میکنم که اون 4 برنامه رو ببینن، هرچند که این برنامه رو میتونن مجزا هم ببینن. و ما از آغاز صفویه آمدیم جلو و رسیدیم به آغاز قاجار. هدف این است که روی دوره قاجار هم سخنانی رو داشته باشیم، بکوشیم که آنالیزی رو به شما ارائه بدیم و پس از اون وارد دوران پهلوی ها بشیم که فکر میکنم هر چقدر به سوی انقلاب سال 57 بیایم شاید گفتار و جستاری که ارائه میشه جذابتر باشه، احتمالاً جنجالیتر باشه و شماره بیشتر از مخاطبان رو بتواند درون یک دیالوگ، درون یک گفتگو بیاره. چون هر چقدر به تاریخ کنونی نزدیکتر میشیم صاحب نظران بیشتر میشن و آگاهی های مردم از آنچه که رخ داده معمولا بیشتره تا مثلا فرض کنید دوران صفویه یا دوران نادرشاه. خب بر پایه اون روندی که تو برنامه پیشین داشتیم رشته سخن رو به شهرام گرامی میسپارم و میریم که ببینیم که چرا قاجار بر آمدن و در این دوره رخوت و خواب آلودگی 120 ساله ای که بر ایران گذشت جهان به کجا رفت و ما در کجا گیر کردیم و پیامدش چه بود. شهرام جان درود بر تو. روشن جان درود بر بینندگان. بله، قاجار اومد و رکترین بخش برخورد ایران با پیشرفت فرنگی ها و در حقیقت هویداترین کارنامه ورشکستگی جهان اسلام و در درون اون هم حتی بخش خوبش که ایران بود، ژرف‌ترین ورشکستگی هویدا شد. من عرض کردم ما پس از سده 4 هجری که دیگه ایران به وصل اسلام کاملا ترانسفورم شد، دگردیسی شد، چرخ گوش شد، در چند صد سال همش تخریب و حمله و تخریب و حمله و تخریب و حمله اینا به سر می بردیم، همینجوری با سر به پایین. با سرآغاز صفویه که بنیاد یک کشوری گذاشته شد، بعد این پرسش برآمد که آیا اینها میتونن اون تخریب های فرهنگی رو هم درست کنن، که البته خب احتمالش کم بود چون دیگه تا ته همه داستان ژرف غرق شده بود در این آیین فکری و جهان نگری اسلام جا گرفته بود و اون میونم وقتی شاه عباس اومد و این درگیری ها رو آغاز کرد که میخواست گشایش های پدید بیاره، عموم مهتران، دانشمندان یا به قول خودشون علما اون زمان و قوم بهش گفته نه، ما میخواییم تو همین، اگه اجازه میدید اعلیحضرت، تو همین مدل جهالت و جنون بمونیم. شاه عباس با نهایت متانت هم این آغاز کرده بود، یعنی دست به زور نبرده بود که بخواد، بلکه همش بحث کرده بود، امکانات ایجاد کرده بود. ما گفتیم فرنگی ها رو برد، ارمنی ها رو برد، اقلیت های مذهبی رو برکشید، در داخل حوزه های علمی رو منطقیون رو برکشید، خواست خود قوم بفهمه. قوم هم محکم زد تو دهنش که ما نمیخوایم، یعنی پژواک جمع در جمعش اگه بخوایم بگیم سوما سومارو، نه اینکه برخی هم بودن بعدشون نمیومد، اون مهم نیست، مهم اینه که اون پاسخ فرجامین چی بود. که خود ایشون هم که درگذشت دیگه یک راست کشور برگشت بر سر همون سیر فروپاشی که پیش از صفویه بود و پیش از شاه عباس به ویژه بود، تازه شتاب هم گرفت و سرعت گرفت و همه این آیین شیعه هم که برکشیده بودن صفویه و میتونست سرآغازه استارت نوعی باشه، نشون داد، تاریخ نشون داد بدین وسیله که هر چیزی که از دل اسلام برمیاد آخر محکوم به نابودیه. یعنی
یا نابودی چی بگم، از خودشون که نابودی نیست این کارا که آدم از دیدگاه صنعتی اون نابود بشه و فقط تو حماقت فرو بره، از خودشون که خیلی هم خوبه، توان کار سازندگی نداره، سازندگی، نوآوری اینا. این شیعه، شیعه صحابیه، یک آزمون خیلی مهمی بود برای جهان اسلام، چون ایرانی ها که بهترین بخش این جهان بودن، حالا با همه آسیب هایی که دیده بودن، هنگامی که اومدن این دینه رو به این شیوه برکشیدن، از نو ریمودلش کردن، یک کشور براش ساختن، دولت ساختن، توی حالت واقعا استارت نو به سر می بردن. همه اهرم دست خودشون بود که دیگه از اونجا به کجا میخوان برن، چی کارا میخوان بکنن. و اون اولیا که زیاد طرحی نداشتن، شاه اسماعیل تو فکر کارهای همش زدن و گرفتن به شیوه کلاسیک بود، تهماس با اینم که اصلا آدمای جاهلی بود، شاه عباس اون اصلیه بود، 35 سال نزدیک 40 سالی هم این قوم رو به چالش کشید و قوم و سیستم و کارنامه و نتیجه همه چی گفتن که آقا ما پیشرفت رو نمیخوایم، ما از ته دل جهالت رو میخوایم. و با رفتن ایشون سیستم تخت گاز دیگه راه جهالت رو رفت، یعنی مثل یه فنری بود که ازش کشیدی بیرون، از اون آسودگاهش بهش داره فشار میاد، میخواد برگرده سر همون حالت اولی، همون حالت جهالت اسلامی. و با مرگ عباس هم تونست این کار بکنه، قشنگی که برگشت تازه از اون بری زد، مثل اون فنری که تازه شتاب گرفته اون برم میخواد بزنه. و تمام فروپاشی صفوی پیامد این بود. نادرشاه هم که پس از اون اومده بود که خب یه شخصی بود که پیشینه خانوادگی آموزش و اشرافی و اینا که نداشت، اصلا ما دور روزگار پس از اسلام اصلا اشراف نداشتیم، حالا اون طفلی هم بخواد از جای برآمده باشه، از بخش آموزش هم نبود، یه آدم نابغه بود تو کارهای جنگی، تو کارهای اجتماعی هم که طرحی نداشت، اما شلاق میزد و مالیات میگرفت و اینا، کمک که نمیکرد یه چیز از بنیاد اقتصادی کشورم ور میشکست. حالا با چند تا طرح خوبی که تو ذهنش بود، ولی تو زمینه نظامی و اینا یه مقدارم اون حالا تعصب شیعه رو کم کن که ولی من عرض کردم خواستش این نبود که یه دونه آغاز نوع صنعتی من تو کشور بذاره، این بخواد سرزمین های سنی رو که فتح میکنه مثلا فشار کم کنه. برای همین او هم کار بزرگی نتونست بکنه در زیر ساخت سازی، فرصت هم نداشت، علاقه هم نداشت، کارهای دیگه بود. او که رفت پس از او دیگه بهترین بخش صفویه که نتونسته بود، خود ایشون هم که نتونسته بود، پس از او ورشکستگی ایران اسلامی خودشو به برهنه ترین حالت نشون داد. میان پرده زند رو میتونیم اصلا روش بگذاریم، خیلی عددی نبود، یعنی حتی خود کریم خان اینها نمیدونم مثلا این روشن فکر ایران هی عاشقشن، چون به خودش میگه وکیل و رعایا، مثلا شاه نمیگه، مثلا انگار ما گفتن اینو نگفتن اون مثلا مشکلی حل میشه. فضیلت زند در این بود که میزان خشونت رو اووردی خورده پایین، چون اینا فارس بودن، از نژاد همون دقیقاً ایران کلاسیک بودن، فرهنگ ایران کلاسیک تو شیراز و دوره بر اینا زنده تر مونده، قبل از اون که چند صد سالی اقوام مهاجر ترک همش فرمان دوایی میکردن، ترک مغول، اونا همه گرایششون به خشونت بود، این اسلام هم که رو مغزشون به عنوان نرم افزار سوار شده بود، خودشون هم که قومی گرایش به خشونت داشتن دیگه، تو اون کارهای بکش بکش و نمیدونم سر به بر و مناره درست کن اینا تباتبایی شده بودن. و کشور چند صد سال توی خونریزی ها یا واقعا عجیب و غریب بی ربط فرو رفته بود که از درون اونم مثلا صفوی حتی میخواست یه کاری هم بکنه فقط با خونریزی بیشتر میتونست بکنه، که این خونریزی علیه اون یکی خونریزی مثلا از یکی ذره چش بگیره. در این زمینه زند یه استوپی زد، بسیار خوب یه استوپی زد، خونریزی ها اومد پایین و فرهنگشون همون کلاسیک ایرانی بود، اهل این آدم کشای عجیب و غریب نبودن. اما در زمینه های زیر ساخت سازی ما نشدیدیم مثلا یهو کریم خان مثلا مهتران قوم رو جمع کنه
بگیم من میخوام مثلا 4 تا مدرسه فلسفی بزنم، نمیدونم در مشهد، نمیدونم در تبریز، نمیدونم در اهواز، نمیدونم در کرمان، اینا رو میخوام برکشم، میخوام با فرنگی رفت آمد کنم، میخوام نماینده بیارم، مستشار بیارم، چنین بکنم. از این چیزا تو کله ایشون هم نمیگذشت. چرا به نظر میاد پس از اون دوره پر از درگیری و جنگ و خونریزی و بگیر و ببند اواخر دوره صفوی و بعد دوره نادرشاه، جنگ ها با خارجی ها، جنگ های داخلی، دوره کریم خان رو از همچنان که گفتی از نظری ستایش میکنن، تقریبا دوره 30 ساله رو که یه آب خوشی از گلوی مردم نسبتا پایین رفت، ولی اون هم یه دورهی بود که خبری نبود. کریم خان میشست، به هر حال کریم خان از تیره های لور بود و با همون روش خان و خانبازی که در میان تیره های لور مرسوم بود، کشور هم همون گونه داره میکرد، قلیونی میکرد، چایی میخورد، ریش سفیدی میکرد. به نظر میاد آدم نیکسرشتی بود و دور از جهل و جنونی که عمده یک کسانی که در ایران پس از اسلام به قدرت رسیدن داشتن بود. ولی یه ویژگی دیگه شرم جان این بود که به شدت نسبت به خارجی ها بدبین بود و نمیخواست پای اینا به ایران باز بشه. حالا هر کی میمد برای بازرگانی، برای اینکه ارتباط و پیوندی برقرار کنه، کریم خان روی خوشی نشون نمیداد و در رو میبست و به همون بازرگانی سنتی با مناطق مرزی کشور مرزی ایران ادامه میداد. فکر میکنم برخی از پژوهشگران که از این کار کریم خان استقبال میکنند دارن پس از اون رو میبینن، یعنی دوره قاجار رو میبینن که ما نیمه، حالا نه از آغاز دوره قاجار ولی برها پس مدتی تقریبا نیمه مستعمره شدیم و اینهای نیمه مستعمره شدن رو به اشتباه در اثر پیوند با فرنگ میدونن، در حالی که خیلی جا با فرنگ پیوند کردن، از جمله ژاپن خودش رو باز کرد و نیرو فرستاد بیرون و یاد گرفتن که جهان نوین چگونه کار میکنه و خودشون کمک کردن که صنعتی بشن که ما این کار رو نکردیم. بنابراین تو این زمینه اون اعتباری که به کریم خان داده میشه که به خارج ها رو نشون نداد، بله درست رو نشون نداد، ولی در این حال چیزی هم که مثبت میتونست ازشون بیاموزه رو نیاموخت و ما نتوانستیم از اون دوره در حقیقت فاصلمون رو با اروپا کم بکنیم. بله ببین، کریم خان اون ور سکه ورشکستگی ایرانه، این ور سکه که اقوام ترک نژاد اونها هستن، نیاکان خود من که اومده بودن و با اون سافت‌ور اسلامی هم دیگه رو مغزای خونریز اونام که دیگه نصب شده بودی که دابل خونریز شده بودن و چند صد سال همینجوری میگرفتن و میکشتن و تیکه تیکه میکردن سر میبریدن، این اون ور سکه بود، سکه جهالت و حماقت با خونریزی بی ربط در هم آمیخته. این ور سکه این یکیه که از نژاد ایرانیای کلاسیک مونده، ولی واسه همین خونریزی اون یکی رو نداره، مثلا گرایشی نداره، مثلا درست نمیدونه آدم همش سر این اونو بباره، یا حالت متانت و آرامش همون ایران کلاسیک باستانی تو روحش هست، اوکی. ولی چرا میگم اون روی سکه همین ورشکستگیه؟ چون تو مغز کریم خانه به همون اندازه خردگرایی، نوآوری، همت در سازندگی، نقش‌ریزی در سازندگی سوخته که تو مغز اون یکی ترکی که مسلمونه اون رو میتازونه قبلش، اون فقط خونریزه، این یکی خود آرومتره، اما در حماقت گریز از پیشرفت هر جفتشون دوست یکی سیستمه. چون اسلام تو مغز هر جفتشون بخش گرایش به صنعت و سازندگی و نوآوری و فلسفه و اندیشه رو سوزونده. حالا اون یکی مدل آدم کششه، این یکی مدل وکیل و رعایا آرومشه. ولی فرقی نمی‌کنه، شما وکیل و رعایا باشی، بشین تمام روز قلیون بکشی، افراد بیان و برن، هیچ طرح قابل توجهی نداشته باشی، واسه اینکه ببینی فرنگی‌ها چیکار دارن میکنن، اینا چی شده که این کشتی‌ها رو ساختن، سر تا سر اقیانوس‌ها رو زیر فرمان آوردن، این همه پیشرفت از کجا سر برآورده؟ وقتی شنید قلیون بکشی،
علاقه نداشته باشی، حالا گیرونگ رو سری هم نمیبری، حالا به نظرم فرقی نمیکنه که تو که الان بیخیالی ببری نباری فرقی نمیکنه، از من میپرسی حالا که بیخیالی ببری نباری موضوع سره نیست که داری میبری که کمک میکنه نمیکنه، موضوع نداشتن اون طرحه. البته خب تو فضای آرام حالا یه کاری هم بیشتر باز میشه از ذهنی انجام داد تا همون فضای سربریدن دائمی، ولی ما تو زند هم دیدیم هیچ پلانی نبود، فقط سر نمی بریدن بنز اون یکی ترکای قبلش که بودن، اونا دیگه خداوندگار آدم کشی بودن، این یکی ها کمتر پلانی نداشتن. شهرم به نظر میاد همین دوره نسبتاً با آرامش 30 ساله که البته با آرامش بدون پویایی بود، پایانش و آغاز قاجار یکی از سیاه‌ترین بخشایی است که میشد بهش اشاره کرد در مورد آنچه که تو این 1000 سال بر ایران گذشته، چون داستان و حکایت همیشگی پس از مرگ کریم خان، خب مدعیان قدرت به هم حمله میکنن، جعفر قلی خان زند، علی قلی خان زند، بعد لطف علی خان زن مدعی میشه، زکی خان، علی مراد خان، یکی دوتا نبودن، بعد یکی دوتا نبودن و توی این بلبشو و این وانفسا آقا محمد خان موفق میشه خودشو از شیراز که به نوعی محترمانه هاوس ارست بوده یا در حبس خانگی بوده برسونه به استراباد، به منطقه گنبد و گرگان و این خودشو را بندازه و بیاد و بعد اتفاقاتی رقم میخوره که تکاندهنده است و من نمیگم بیماننده ولی قطعا کماننده در تاریخ جهان که کسی که مدعیست بیاید. البته خب شیراز رو که با خیانت ابراهیم خان کلانتر گرفت که اون موقع پایتخت بود و بعد وقتی لطفعلی خان زند به کرمان رفت، به دنبال او به کرمان رفت و به خاطر ایستادگی که شهر کرمان در برابرش کرد، هنگامی که سرانجام موفق شد کرمان رو بگیره، 20,000 جفت چشم از مردم در آوردن، 20,000 جفت چشم، یعنی فقط منظره اون تپه یا کوهی که درست شده از این چشما میتونه برای یک نسل هیچ، برای یک ملت، برای همه عمر تکان دهنده باشه. و بعد گریز لطفعلی خان به بم و تعقیب او در بم و بالاخره دست انداختن به لطفعلی خان و رخداد بسیار شومی که از 12 تا قورچی، از 12 تا نیروی قلدر و قلچماغه که پسترین بخش قشونش هم بودن، بخواد که جلوی چشم او به لطفعلی خان زن تجاوز جنسی بکنه، چشش رو با دست خودش در بیاره، چش لطفعلی خان رو. این به نظر میرسه یه پیامی داره میده، یه پیام خیلی عجب و غریبی. من یه چیزی فکر میکنم برای کسانی که میخواستن حافظه تاریخشون از میان نرفته باشه، شاید تداعی حمله مغول به شهرهایی از ایران بود که استادگی کردن، مثل نشابور تکاندنده است. نه آره ببین، من هنوز ترانزیت نکرده بودم به اومدن قاجارا، من داشتم فعلا از ورشکستگی خود زندیا میگفتم، یعنی میگفتم این ببین این زند عنصر ایرانیه برخلاف اون یکی ترک عنصرا که قبلش حکومت میکردن. قبلش اینجوری بود که از غزنویا به اینور که بزن و بهادر و اینا ترک بود و وزیر ایرانی بود، ایرانی ریشه بود. بعد از یه چند صد سالی توی صفویا قاطی شده بود، یعنی معلوم نبود که خود حاکمان باز ایرانیه ترک، چون اینا عناصر ایرانی هم توشون زیاد بود تو صفویه، یه چیز آمیخته بود. واسه این کارایی هم انجام شد، واسه این بود که این قانون شکسته شده بود که فقط ترک حکومت میکنه، اون اما عناصر ایرانی که تو همون روح و روان خود شاه عباس بود اون مسائل برکشیده بود. این میگیم یعنی استیج 400 ساله ترک تازی، 450 ساله ترک و مغول من در هم جمع میزنم، یک صحنه عجب و غریبی از تخریب و آدم کشی نبود، با صفویه یه خورده کاهش پیدا کرده بود. بعد پایان صفویه خوب اون هرج و مرج، بعد حالا زنده آمده. زنده فضیلتشون این بود که اینا دیگه تمام ایرانی هن، یعنی ترک و اینا توشون نبود، یعنی در حقیقت از دیدگاه نژاد و فرهنگ پهلو میزدن مثلا با آلبویه خودمون، ولی آلبویه هنوز قبل از اون سده پایین سده چهارم اون هنوز تو فکر ایرانی چرخ میزدن. آلبویه و آلزیار تو ذهنشون زرتشتی بودن، اهل فلسفه بودن، اهل سازندگی بودن، مدیران بودن، در مورد اونها ساعت ها میتونیم بگیم
که تا چه اندازه وقتی که بغداد دستشون افتاد و کنترل مرکز دستشون افتاد، کوشش کردن همون خلافت زبون نفهم اسلامی رو تبدیل به یه جای در حقیقت پرورده بکنن. داستاناش بسیاره، چجوری سیستم های مدیریتی رو در عراق که از زمان ساسانی ها پاشیده بود دوباره برپا کردن، قنات ها رو راه انداختن، نهرها رو، یعنی اون پویای ساسانی 20% 30%ش دوباره از خاک برخاست. تو می تو روح اون بود. زند جالبیش اینه، برای همین میگم که میگم اینا ترک نبودن، ایرانی بودن، ولی ایرانی بودن که دیگه مخش از کار افتاده. یعنی ایرانی اسلامیزه شده. جالبی زند برای پژوهش تاریخی در اینه که زند آل بویه که دوباره اومده سر کار، ولی مغزش متلاشی شده. برای همینم اهل آدم کشی نیست، چون مثل اون ترک ها مغول ها اصلا روحیه رو ایرانی هاش وقت نداشتن، از کوروش کبیر نداشتن تا هیچ وقت، تو روح زرتشتی اصلا هیچ وقت نبود. چون پیروزی هم از راههای سوفیستیکیتد نظامی میخواست به دست بیاره، نه اینکه صد هزار نفر رو مناره کردن از این کار احمقانه. آدم کشی توش نبود، ولی تاریخ هم نداشت، نشسته بود قلیون میکشید. یعنی زند ورشکستگی و نابودی ایران رو شاید حتی بهتر نشون میده تا شکست شاه عباس. شاه عباس یه سیستم درامیخته ترکی ایرانی بود که خودش اول میمد که این قزلباشا رو سرشون زیر آب میکرد که اصلا یه ثبات نسبی پیدا کنه، نفس خودش بتونه بکشه و اینها، و یه چیز درامیخته بود. میتونه اونجا مثلا گلایه ها هم دوباره به اون یکی ها بسپره، ولی زند یه ایرانی بود. و اینی که هیچ طرحی نداشتی که واسه سازندگی جایی، نشون میداد که اسلام کامیاب شده بود و مغز ایرانی ها رو کاملا متلاشی کرده بود، که وقتی تمام ایرانیش هم میاد سر کار، که دیگه ترک نیست، ایرانی، بازمانده آل بویه است، اونام همه با هم بازمانده ساسانی های قدیمه، ولی مغز متلاشی، مغز در کار نیست، جز قلیون کاری نمیکنه، قلیون میکشه فقط، قل 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 به مردم نگاه میکنه، میگه من وکیل رایاتونم، کارهای خشن نمیکنه. خب بسیار خوب، حالا صحبت. خب این یه فضیلت از 10 تا که آدم نیاز داره که تو زندگی به یه جای برسه، 9 تای بقیه کجاست؟ زند برای نشون دادن ورشکستگی ایران به نظر من حتی از چش در آوردن آقا محمد خان جالب تره، چون آقا محمد خان میگیم خب طفلی از قوم قجر بود، قجرم حالا با اون ارتباطاتش با اون قوانلو یا قویونلو قدیم که میرفت تا اوغوزها. خب من میگم، من چون خودم ترکم دیگه با خیلی راحت این چیزا رو میگم، خب ما از اون چه انتظاری داریم؟ اینا از آسیای مرکزی موقع پاشیده بودن اومده بودن و کارشون هم توی ایران از هنگامی که اومدن یه عادی شد، آدمکشی و خرابکاری طفلی ها کار دیگه نبود. هیچ وقت ما نشدیم که مثلا یه دودمان ترکی یا برآمده از اونها مثلا شب ساسانی ها مثلا برسازه با منطق و ارکان و برو بیا و نمیدونم ارکان کشوری و لشکری و اشراف سازمان یافته، از این خبرا نبود. اونها همش بگیر و ببند و بکش. بنابراین ما از قاجارا از روز اولش هم هیچ انتظاری نداشتیم، زیرو. من که نداشتم ازشون انتظار طفلی ها، من جز این که بیان بگیرن و چش در بیارن از روش انتظار نداشتم. اگه مثلا یه مشاهده یه بیننده فرنگی بودم، به من خبر میرسید که دوباره یه ساب سکشنی از ترکای اوغوز به حکومت رسیده، دیگه تمام ترکی مثل مال صفوی آمیختم نیست. گفتم او مای گاد، دوباره رفتن که چشا رو در بیارن و سر رو ببرن، مثلا از سلجوقی گرفته تا مغول. بنابراین از اونا که طفلی ها اصلا نمیشه گلایه کرد. خب اونا که مثلا ذاتی اونجوری بودن، ورشکستگی ایران رو زند خیلی بهتر نشون میده تا قاجار چش در بیار، چون اینی که تمام ایرانی بودم دیدید فقط نشسته که داره قلیون میکشه، قل 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 قل. من میتونم جوری شم تصور کنم تو شیراز چه حالاتی بود، هی میمدن میرفتن شعر حافظ براش میخوندن و اینم قربون صدقه شو میرفت و یه دست به سر میکشته و یه آفرینی به اون میگفت. و یعنی اگه یه بار این کریم خانه به خودش نمیگفته عزیز من این چیزای عجیب و غریبی که به گوش ما رسیده، که این فرنگی ها اومدن از یه جزیره سوار کشتی شدن اومدن اونور اقیانوس ها یه ساب کانتیننت رو فتح کردن به نام هند، چی میگذره خارج از این مرزا، چه خبره، کجان اینا؟ به قول تو میگه تازه عملا بیرون کرده بود. و نکته بسیار جالب اینه که این ورشکستگی روحی رو تا ایرانی های به امروز میتونیم ببینیم. ما هنوز در اون حالت ورشکستگی به سر میبریم، ما هنوز پیامد همون مغزای متلاشی شده اسلامی هستیم. این افتخار این که من با کسی ارتباط ندارم، این افتخار من بینه تا زمان خود روانشاد مصدق هم بود، همین موازنه منفیش دقیقت ادامه برنامه کریم خان بود، که ما به حمدالله
چون مغزمون قاطی کرده، چون کار نمی کنه، چون طرحی نداریم، چون سگال نداریم، هیچی نداریم، ما یه کار میکنیم، اصلا درامون رو به دنیا میبندیم. همه رو با چون توان رویارویی با جهان تازه رو نداریم و میدونیم توی بازی اندیشه ها و برنامه ها چیزی برای ارائه کردن نداریم، پس بهتره که بریم یه جا قایم شیم ما رو نبینن، چون اگه ببینن گولمون میزنن. دقیقاً، چون اینقدر احمق شدیم که اصلا نمیفهمیم اون که چی داره میگه. ارتباط نداشته باشیم به نفعمونه. این در حقیقت همون در حقیقت کریم خان یه جورایی تبلور روانشاد مصدق در اون قرن بوده که ما گفته ما موازنه منفی میکنیم، ولی باش ما یه حتی موازنه منفی مگه میخوای بکنیم یه طرح اگرسیف بدن برای ساختن باید داشته باشی، که من اگه یه مدتی هم میخوام درا رو ببندم پشت این درای بسته چیکار میخوام بکنم. شیر نبود به جز قلیون و قلقل. بنابراین زند بیشترین ورشکستگی ایران رو نشون میده، چون اینکه ترک نبود که بگیم آدم کش همجوری اومده فقط سر ببره چش در بیاره، ولی چرا کاری نمیکنه. حالا خب اینم که آخرش هم که دیدی با چه افتخاراتی نمیدونم این تعداد آدمایی که در پایان روزگار زند به جون هم افتاده بودن از داخل زندیه سر مسائل یه قول دو قول انقدر هست که اصلا نامش آدم یادش نمیمونه. این 4-5 تایی که ما گفتیم همینجوری سرانگشود بشمونی تا 40 تا میری که این به جون اون به جون این به اون خیانت اون با این نامه می نویسه به قاجارا از تو چشمک میزنه، اون به یکی چشمک میزنه، این میره بنویسم با بزرگان خوزستان بوشهر اونجا این یکی میره این ور نمیدونم با سیستم اصلا یک خرطوخری. اگه اشتباه نکنم از زمان لطفعلی خان ما چند تا گزارش فرنگی هم داریم، یکیش مثل اینکه مال سر هارفورد بود، سر هارفورد جونز که مال کمپانی هند شرقی بود، بدترین چیزها رو در مورد داخل ایران نوشته، اون خرطوخری که تو ذهن این قوم هست. در مورد لطفعلی گفته آره نه مرد نیک نفسی بود و نمیدونم سوار خوبی بود و خود چی بگه. خب تفلی به عنوان فرستاده فرنگ اونجا میگه خب این که دست کم مثل بقیه آدم کش اونجوری نیست، ولی فضیلتی هم نداشته این مرد. البته جوون بود که داستان آغاز شد، خیلی تجربه جمع نکرده بود لطفعلی، به جز اون فک و فامیل دیوونه‌ش هم که جز همه جز خیانت کاری بهش نمی‌کردن. خود این دقیقا جنون کلی قومو نشون میده. ولی خودش هم طرحی نداشت، بابا ببین در زمان ساسانی ها ما چرا این همه کودتا نداشتیم؟ چرا این همه هر از پشت کوه برآمده شاه نمی‌شد؟ این به خاطر این نبود که دودمان در نزد ساسانیان دیگه مقدس شده بود، بقیه از این حرفایی که دوست دارن بزنن که یکی هم بزنن تو سر اونا که اونا متحجه بود. نه آقا، واسه که سیستمشون سیستم داشت، یه نهادهای ساخته شده بود. این نهادها از سوی دیگه ما یه اشرافیت سنتی داشتیم که دقیقا. اون هم کمک میکرد به برپا بودن دیگه، مثل اروپا، مثل اروپای قرون وسطا بود تا آستانه رنسانس. اصلا هر از پشت کوه برآمده‌ای نمیتونست قیام بکنه. برای همینم هم وقتی اسلام اومد مجبور شد که اول تمام این اشرافیت کلاسیک رو بکشه تو جنگ، چون این اصلا تحمل نمی کردن که یه روانی از داخل مثلا بیابون بیاد اونجا حکومت بکنه. قبلش هم در داخل سیستم خودشون تحمل نمی کردن که از اثر پشت کوه برآمده اینو بکشه اونو بکشه بشنه سر جا، آخر جلوش می ایستادن. سیستم داشت، شما در اون سیستم اگه میخواستی بر بیای باید یه طرح خیلی بزرگی میداشتی که مهتران مثلا یه تغییر تو رو اجابت کنن. در اواخر ساسانیا یک دوتا رهیافتی کوششی شده بود که دودمان رو جایگزین کنن با یه چیز دیگه، اگر که سرکله مسلمان ها پیدا نشده بود شاید این کار انجام میشد توی چند دهه، شاید هم نه، شاید ساسانی خوشنی رو ریویتالایز میکردن، باز زنده میکردن. اما اینجور نبود که دیگه هر الاغی از هر جا بیاد این در رو براش باز، این سیستم با نهادهاش جلوی اون مقاومت میکرد. حتی شهرام چیزی که یاد کردی دوره 430 سال ساسانیان، ما بیش از 400 سال گذشته که بعد در حقیقت چالش هایی رو از سوی بهرام چوبیل میبینیم یا از سوی شهربراز میبینیم. برای اولا 400، بیش از 400 گذشته، دوم این که ما داریم درباره بزرگان صحبت میکنیم که خودشون از اشرافیت بر اومدن و خودشون دستاوردهای بزرگ تو زندگی داشتن. بهرام چوبین کم آدمی نبود، هنوز که هنوز توی ادبیات ما، در تاریخ ادبیات ما
از بهرام به عنوان چهره آرمانی یاد میشه، ولی ورشکستگی ما در پایان دوره زندیه همین بس که یه پدیده مثل آقا محمد خان به قدرت میرسه با تمام بدیهایی که میتونه یک انسان مسلمان متعصب شیعه ششتونگ خاورمیانه‌ای قبیله گرا و عشیره گرا داشته باشه و با تمام مزایا یا فضیلت‌هایی که میتونه نداشته باشه که نداشت. واقعا شگفت انگیزه، یعنی این خودش یک به نظر من یک مایلستون، یک نقطه عطفی تو تاریخ ایران. من میبینم تو این آقا بانتان خیلی دوست داری زود میخوای بیای سراغ اون من از زندیه بیای بیرون. من دقیقا در مورد زندیه چیزی نمیگم، چون این صحبت های نمیدونم که بشینیم پای گوشی و یه گریه بکنیم به حال کریم خان و وکیل رعایا بودش، چون که خب اون که مال حالت های صحبت های مسخره است که روشن فکر ایران فقط تو اون زمینه ها تخصص دارن. من از نظر من یه دودمان تمام ورشکسته بود که فقط آدم نمی کشت، حالا خدا پدرش رو بیامرزه. بریم سراغ قاجارا. این قاجارا که من عرض کردم ریشه و دودمانش نیست که زیاد به قول همون ماه تو آذربایجان ماتاخی نبود، یعنی به اون قاجار و قویونلو ارتباط داشت و میرفت تا اوغوزها. اما آقا محمد خانم که وقتی اومد سر کار همون نشون داد که اصلا طرحی برنامه چیزی نه، هیچ خبری نیست جز که آدم کشی. یعنی در حقیقت ایران رو دوباره و باز افکن تو دوران حمله مغول به قول تو. فرقی نمیکنه، من مغول و سلجوقیان هم خیلی براشون فرقی نمیزنه، همشون یه مدل آدم خوش بودن. آدم کش قبیله ترکی مغولی آسیای میانه که اینقدر براش انسان و پیشرفت و کار اینقدر بی ارزشه که مثل حیوان همه رو میکشه، اصلا تو مزنت دست در میری که این هدفش تو ذهن چیکار اصلا میخواد بکنه، یعنی هر گونه بررسی اصلا بیهوده است. همینجوری نگاه میکنه به یاراست نمیدونی چیزی یاد اصلا یه واژه دستت نمیاد که اینو توصیف کنی چی هست چیکار داره میکنه. آقا محمد خانم تو همون سنت بود، همون سنت نمیدونم چنگیز و تیمور یا نمیدونم طغرل بیگ و چغری بیگ و این لات و لوتا آدم کشا. و چون تو ایرانم عرض کردم نهاد نبود، اشراف نبود، سیستم نبود، به حمدالله از زمان ساسانیا دیگه 1100 سالی بود نبود، 1150 سالی نبود، خب دیگه از هر حصر پشت کوه برآمده ای اگه فقط یه مقدار تاکتیک انجام میداد و یه کارایی و یه چهار نفر جمع میکرد میتونست بیاد برای خودش شاه بشه. یعنی شاهنشاه شدن در ایران شده بود به اندازه مثلا چه میدونم زدن یه چلو کبابی یا گردوندن مثلا اینکه قهوه خونه تو اون حد کامپتنسی که فقط تو فقط یه مدتی چون سیستمی نبود جلوی تو دفاع کنه. من ساسانی رو توصیف کردم، سیستم ارکانی نبود که همونجا اول کار یه خطو بگیره خفت کنه که تو اصلا کجا اومدی، کی هستی، تو اصلا چی میگی، دستاوردات چیه. هر عملی از هر جا اگه میتونست پاشه یک مقدار لات و لوت دور خودش جمع کنه، حالا این لات ها میخواستن نمیدونم گرایش اسلامی داشته باشن، مذهبی باشه، میخواست گرایش محض غارت داشته باشه، فرق نمی کنه. این یه شانس واقعی داشت واسه این که بیاد برای خودش شاهنشاه بشه. این تیتری که مثلا یه زمانی مهمترین تیتر سیاسی رو کره زمین بود تبدیل شده بود به همین گرداندن مثلا یه چلوکه آبای قهوه خونه تو اون حد اومده بود در حقیقت. و آقا محمد خانم یکی از اینا بود. حالا ما تفلی شاید اینم اینقدر دیگه آدم میکشت، دیگه اون دیگه یه جوری میکشت و چش در میورد که من مطمئنم اگه خود چنگیزم میدید یه خوردن ازش انتقاد میکرد. شاید فقط تیمور باش خوب کنار میومد، یعنی میزان جنونشون با هم دیگه سنجش پذیر بود. میگن حالا به خاطر این بوده که عقده شده. خب بسیار خب، حالا مثلا داستان عقده شدنش هم خودش مثلا وضعیت ایران نشون میده. نادر مرده، یکی از پیامدانش والیاش به نام اومده خوش کرده شاه عادل شاه شده. حالا اینقدر نامم بی اهمیت هستم من بودم کسی نمیشناسه. این عادل شاه یه مدت دیده که برخی والیای دیگه خودشون برخواستن میخوان مستقل بشن، من جمله پدر آقا محمد خان، دنبال اون کرده با اون به جنگ، خود اون یارو گشنه بچه دستش افتاده، بچه 4.5 ساله اینا. اوکی، اولی فکری که به سر عادل شاه میزنه چیه؟ حال تازه بازمانده از ارکان نادری که اونم برمیگرده به ارکان منظم صفوی، این بچه رو بده اخته کنم بچه 4 ساله رو. تو جنون رو نگاه کن فقط.
و فرنگی‌ها این چیزا رو که نگاه می‌کردن میومدن از همین کمپانی هند شرقی و اینا، فقط بدترین گزارش‌ها رو در مورد ایرانی‌ها نوشتن که اینا به یه مش جانی تبدیل شدن. درست. هیچ فضیلتی اینا ندارن. بعدم حالا ما زمان قاجار که می‌خوایم کم کم بهش وارد بشیم، یکی از مسائل زمان قاجار من الان دست میازم به پیش این بوده که همم گریوزاری میکنن که ما چرا اینقدر خائن داشتیم زمان قاجارها. خب عزیز من، هر کی اون زمان بود خائن میشد. شما وقتی دولت خودت با تو مثل حیوان تمام مدت برخورد میکنه، تو مثلا ممکنه والی باشی، ممکنه بازرگان باشی، ممکنه فرمانده لشکر باشی، تمام عمرت خدمت کرده باشی، سطح این شاه تو داره دست اینا مثل لاتای سر کوچه اینقدر پایین، یعنی شاههای قاجار همه لات سر کوچه بودن در حقیقت، مثلا شاه ازن شباهت نداشتن، حتی با شاه صفوی هم قابل قیاس نبودن. وقتی شاهت لات سر کوچه است و اون موقع یهو میبینه توی که این همه بهش خدمت کردی، از امروز به فردا عشقش میکشی، میگه چشوش در بیارین، دستاشو ببرین، اختش کنید، شکمشو پاره کنید. خب تو یه احساس بیهودگی و بیارزشی به دست میده که من تو چه دیوونه خونه اینجا گیر کردم. و بعد تو بعدش میبینی که خب یه مش فرنگی اومدن از کشتی پیاده شدن، اومدن دارن بازرگانی میکنن، رهیابی میکنن، کم کم تا پایتخت اومدن جلو، دارن گزارش ها رو میفرستن به پایتخت و به کمپانی هند شرقی، تو خبر نداری از زمان صفویه. ولی تو میبینی وقتی با این فرنگی ها رفت آمد میکنی، اینا با تو مثل آدم رفتار میکنن. از در میای تو بر میخیزن، احترام هم میذارن، تملق نمیکنن، همه چی به اندازه است. و اگه باشون کار میکنی یهو اشتباه شد، یهو یه خشمای جنون آمیزم ازشون سر نمیده. وقتی هم که خوشحال شدن، خوشحالی های جنون آمیز ازشون سر نمیده. همه چیز متوازنه. این همون ایران باستان خودمون. و تو کم کم به اینا علاقمند میشی. بعد از یه مدت که میبینی زورشون بیشتر شد، زمان صفوی هنوز این کار نداشتن، زمان قاجار که میبینی زورشون از یه مرز کریتیکالی بحرانی فراتر رفت و سفارت خونه هاشون میتونن حتی جون تو رو نجات بدن اگه اتفاقی افتاد، خب تو با اون شاهی نگاه میکنی که تمام مدت یا مسته یا تو نمیدونم تو حرمسرا داره به بچه تجاوز میکنه، که چیزشون هابیشون بچه بازی بود، یا داره سر یکی رو میبره، یا اصلا همسی چیزا چیکار داره میکنه. این یه دقیقه کار مفید در تیروز نمی کنی جز آدم کشی و دیوانگی و کار جنسی و اینا. خب تو سر خودتو می خارنی، بگی بابا من دیگه اصلا جان و مالم کشن چه ارزشی نداره، من وسوسه میشی بری با اون فرنگی کار کنی، یعنی خودتو بفروشی بهش تا یه حدی که دست کم امنیتی داشته باشی. امنیت داشته باشی چون تو کشور خودت هزار سال، 1400 سال که امنیت وجود نداره، هیچی نیست جز جنون. زمان ساسانی ها چرا افراد خودشونو به این سادگی نمیفروختن، یعنی ایران کلاسیک و اینا؟ خیلی ساده است، واسه اینکه اهمیتی که جان انسان تو اون دودمان داشت، تو اون دولت داشت که پیشرفته ترین دولت رو کره زمین بود، 20 برابر از نزد رومیا بیشتر بود. خود رومیا تعجب گفته بودن، مسعودی هم یعنی تواریخ صدراسلام این داستان عجیب و غریب گفتن که وقتی در ایران قحطی می اومد، تعداد آدمایی که کشته میشد اینقدر کم بود که رومیا شاخ در می آوردن. از چجوری این کارو میکنن؟ اینا دستگاه های مالیاتیشون و خزانه ها و مراکزی که میشمردن و جمع میکردن و پروسیجر میکردن، اینا به مجرد اینکه یه اتفاق طبیعی میافتاد یا به ویژه قحطی که معمولا بزرگترین دشواری بود رخ میداد، از فردا مالیات گرفتن رو باز میستاندند و همون مراکز شروع میکردن به پخش قله، یعنی به سوشال سکیوریتی سنتر تبدیل میشدن. درست. حتی دولت ممکن بود از بیرون بخره و پخش کنه، چون معمولا دولتی هم بود که سر داشت و ته داشت و برنامه‌ریزی داشت و خزانه‌اش تا 50 سال آینده پر از پول بود و اینا، میتونست اگه لازم شد 10 سال قحطی هم رکزه. مثل اینکه معروف ترینش یه قحطی زمان بهرام گور بود که رومیا شاخ در آورده بودن، که میگفتن در تمام کشور میگه تا 7 سال 8 سال 10 نفر هم نمرده بوده. در زمان بلاش هم مثل که خوشسالی اومده بوده بله. که دستور میدن به کت خدایان اگر که از ده کسی مهاجرت کنه بره به دلیل گرسنگی و خرابی اوضاع، شما مقصرید و شما باید پاسخگو باشید و جلوی مرگ و میرم باید گرفته بشه. میگن اون سال یک معجزه شد، یکی دوتا مرگ بیشتر گزارش نشد، که خب بیماننده. اینو هم رومیا با تعجب متوجه شده بودن، هم بعدن تو تواریخ صدر اسلام، چون صدر اسلام که زندگی که مثل پشه شده بود،
مثلا یه قیام زنگیام مثلا کردن 100,000 کشتن، یه قیام فلان جا در سامره شده 60,000 کشتن، مثلا یه حیوان آدم میکشتن. و قحطی که میومد که اصلا برای کسی اهمیت نداشت. قحطی چی این حرفا چی عزیز من؟ یه ممکن بود 1,000,000 نفر بمیره، میگفتن رفت بهشت. خب برای همینم یا در زمان ساسانی خیانت نمیکرد، میگفت وقتی دولت خود من 10 برابر متمدن تر از اون رومیاست که آدما رو مثل حیوان برده میکنن، خب مگه من دیوانم اینو ول کنم برم به اونا بپیوندم؟ خب مال خود من که 100 برابر از اونا چیزتره که، هومانیستره که. ولی وقتی شما خودت وحشی تمام عیار شدی و بعد یه سری فرنگی میان در کشور تو، میبینی شست و رفته راه میرن، شست و رفته رفتار میکنن، اگه خانومشون هم همراهشون میاد چه احترامی به اون خانم میذارن. مثلا خانومای مسلمون هم اگه دور ببینن، اونا که همش زیر چادر و هفت لایه گونی و اینا بودن، یه درودی هم بهم میگن، چه احترامی هم بهم، تمام کارا پر از احترام و سر و ته و برنامه و اینها. خب این بابا کافیه بیاد یه دونه سفارت بزنه در تهران، نظام قاجار دارم میگم. بابا هر کسی وسوسه‌ش میشه بره خیانت کنه. و اینام که میرفتن خیانت میکردن، روز اول با میل خیانت تمام عیار نمیرفتن، مثل هر انسان نرمال معقولی پاشون باز میشد به سفارت به یه دلیلی. مثلا یه صاحب منصبی بودن که خود شاه میفرستاد یا سر کارهای بازرگانی بودن، هرچی بودن. وقتی رفتار فرنگی‌ها رو میدن و کم کم به اونجا گرایشمند میشدن، بعد میدیدن وقتی یه کاری انجام بدی فرنگی قدر تو میدونه. البته فرنگی هم خب طرح دراز مدت استعماری داشت از اول، ولی رفتار عادیش هم همینجوری بود، با خودشون با خودشون تو فرنگ اینجوری بود، نه که فقط چون میخواد اینجا بهره کشی کنه فلان داره فلان به این احترام بذاره. خودشون با خودشون احترام داشتن، تازه با خودشون شاید احترام بیشتر داشتن تا به اینا. ولی این میدید که آقا این قدر تو رو میدونه، اینطوری نیست که یه عمر خدمت کردی و فردا میاد چش در میاد، اصلا تو نفهمیدی اصلا چی شد این چش رو در آوردن، تو فقط داری نعره میزنی چش دارن در میارن، تو یه عمرم قبلش خدمت کردی اصلا نفهمیدی چی شد. و این یکی به تو احترام میذاره، تو رو آدم حساب میکنه. از اون همکاری اول بعد اگه فرنگی هم کم کم بهت یه کادوهایی میداد به مناسبت هایی، بعد کم 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 آغشته میشدی. و اگه از درون اراده ملیت سنگ خارا نبود، یه موقع نرم میشدی، شروع میکردی به خیانت نسبی. یعنی این مسئله خیانت نسبی و اینام که برآمد از این وضعیت زبان نفهمی عربی ترکی اسلامی اینا بود و این آدم کشی های بی سر و ته، و در حقیقت دلیل اصلیش همین فضای اسلامی بود. ما این ترکا هم هی ترکا و مغولا رو هی به خوندیزی نامورده، اون تفلیان بابا اونا مگه اسلامی در کار نبود و کم کم به وسیله امپراتوری ساسانی متأثر میشدن، خب یه چیزای شبیه کوشانی ها توشون میمد بیرون، یه آدم های کاملا متمدن تفلیه ها میشدن. اونا اومد چه بیدن از دشنشینی و آدم کشی اومدن خواستن ایدولوژی یاد بگیرن تو جهان متمدن، دیدن ایدولوژی که اونا اومدن دیگه فقط اسلامه، دیگه زرتشتی نبود. خب این تفلیه این یاد گرفتن دیگه، گفتن تو کار آدم کشی دیگه تبا تبایی شدن. ولی ما اونا رو میگیم بخاطر این نیستش که بگیم یه کینه بدیم، که خودم ترک ریشه هستم. ولی خب دیگه این کشور اصلا این پاشیده بود، یعنی این اسلام و بعد اون دشت نشینایی که اومده بودن اینجا رو به مرکز مالی خولیایی تبدیل کرده بودن و در این فضا اصلا خیانت نکردن کار سختی بود. شما خودت بذار جای اون صاحب منصبای قاجار که برای نخستین بار تو عمرش با یه آدمی برخورد میکنه که مثل آدم با این رفتار میکنه. و جالب اینه شرم جان، اونایی که حالا جلو میریم، اونایی که خیانت نکردن و به عنوان خادم معروف شدن، اتفاقا جونشون رو از دست دادن. نشون میداد که چقدر ناامنی در فضای حراس آوری بود. هم قائم مقام فراهانی کشته شد، هم میرزا طهی‌خان امیرکبیر کشته شد، و این هم سرانجام کسانی بود که در حقیقت سرشون در آخر سفارت روس یا انگلیس نبود. اونایی هم که سنگ خارا بودن نتیجه‌شون این بود، کاملا سپاسشون این بود. اونی هم که از سنگ خارا و از آهن بود درونش و نمیخواست خیانت کنه، اینم سپاسش این بود. دقیقا دیوانه خونه است دیگه، نام دیگه ای نمیشه روش گذاشت. و عرض کردم شما به پیش از اسلام که میری، ما برعکسشو داریم. گزارش ها میره پیش رومی ها، بعضی که اونا خودشون مالی خولیایی و مسیحی شده بودن، از تقریبا 350 میلادی راه افتاده بودن، از 400 دیگه تخت گاز رفتن اونا تو راه جنون رو، رومی ها تفلیا چه مسیحیت چه برای سر اونو بود. وقتی که از 400 میلادی همین دین ابراهیم بود که تخت گاز راه جنون رو رفتن، افرادشون گر گر خب به ایران پناهنده میشدن، چون تنها جایی که دیگه تو دنیا مونده بود که تمدن وجود داشت فقط ایران بود. تمدن منظورم که این آدم با آدم رفتار کنه، چون که دست همین ابراهیمی ها افتاده بود، دست مسیحی ها،
البته اونم کسی خبر نداشت که 250 سال دیگه این تنها بازمانده جهان متمدن باستانی دست سوپر مالی خولیایی ها میفته که مسیحی‌ها در مقایسه با اون همه لوتی هن. خب حالا کاری نداریم، این یه تراژدی تاریخی بود، ولی خود اونا هم وقتی که کشورشون دست دیوانه ها افتاد، خب اون طفلی ها همش میرفتن تبعید به ایران. یکی از دلایلی که خسرو پرویز تو سالهای آخر ساسانی خبر نداشت که از داخل بیابونا چه خطری ممکنه بعدن بیاد، همه انرژی رو گذاشت که روم و یهو تصرف کنه، چی بوده؟ دو سه تا دلیل داشت. یکی این بود که به خاطر این مسائل دین و دین بازی که تو ابراهیمیان نون شبشونه، این دیوانگی سر دین دعوا کردن، روم از درون به جون خودش افتاد، بازمانده بیزانس، و این ناسازگاری ها به گوش دربار ایران و تیمسارای ایران رسیده بود که اگه الان حمله کنی اونجا پدافند احتمالاً یکسانی نخواهد بود. دو، گر پناهنده سیاسی و دینی به ایران اومده بود از اس بیزانسی ها و خودشون گزارش آورده بود، خطوط رومی ها رو لو داده بود، کجا ساخلو هست، کجا پادگان هست، کجا میتونی وارد بشی. یه موقعی اون ستاد ارتش تو ایران دید که اینجا بهترین فرصته. یعنی خیلی خنده داره، اون موقع ایران توی جایگاه فرنگیا بود، رومیا که نیمه دیوانه شده بودن شبیه اون بودن که افرادشون کارشون به خیانت کشته بود. درسته. یعنی شما هر جا که باشی خودت راه جنون رو بری و همسایت عاقل باشه یا اونی که از دور اومده، خب یک مقدار از افراد تو بونه خائن بونه میپیوندن. قدیما که ایرانیا عاقل بودن در جهان، بقیه میومدن خیانت میکردن به قوم خودشون که برای ایرانیا کار کنن. دوران هخامنشیان هم خیلی از یونانی ها این کار رو میکردن. دقیقاً نمونه آشکارتر معروفترش اونه که اونا که از یه سیستم عجیب و غریب حقوق بشری ساخته بودن، حقوق بشری به تراز اون زمان از اون ساخته بودن، اصلا اولا نه کسی درست دفاع میکرد هنگامی که این حمله میکردن، چون آوازش پیشته بود که آقا اینا وقتی به اینجا رو فتح میکنن، اتفاقی که میفته که برای خیابون میکشن، قنات میکشن، نمیدونم چی، سیستم دادگستریشون، قاضیاشون فاسد نیست برخلاف خودمون فلان، خب من دیوانم دفاع کنم. اصلا خیلی جا اصلا دفاع نمی کردن علیه حمله اونا. و بعد از اینم که اون اونجا رو می گرفت، به قول خودت از اون قومی که تصرف شده بود یک عالم خائن می اومد به ایرانیا کمک می کرد که اونجا در تصرف ایران بمونه. این قومی که خودش قدیما در جهان خداوندگار این تمدن و نقش ریزی و رفتار انسانی بود و این استفاده ها رو می کرد، خودش حالا به وسیله شکست اسلام تبدیل به اون جانی مالی خولیای شده بود که دیگران میان از این استفاده میکنن. یعنی تا این اندازه صورت کرده. با این گزاره تلخ شهرام که حقیقت ولی تلخه، برنامه امروز رو به پایان میبریم. همینان ارجمند مهر کنند و اگر که خواستن پیامی به ما بدن میتوانند به کارنمای جنبش رنسانس ایرانی بروند، iranianrenaissance.com. اونجا میتونن در تماس با ما اون بخش ایمیل بزنن iranianrenaissance.com. در شبکه‌های اجتماعی هم با تایپ کردن رنسانس ایرانی یا Iranian Renaissance یا نوزایی ایرانی میتوانید ما رو بیابید، که لوگوی ما سیمرغ است که بر فراز البرز کوه اسطوره است. سیمرغ بر فراز البرز کوه هم لوگوی ماست که میتوانید مطمئن بشید که روی برگه درست قرار دارید. بسیار سپاسگزار میشیم که برنامه‌های ما رو با دیگر همیهنان به اشتراک بگذارید و دعوت کنید که به تماشا و شنیدن برنامه‌های جنبش رنسانس ایرانی بنشینن و به شما بدرود میگیم تا فرصت بعدی که بخش ششم این برنامه رو با هم همراه بشیم. میریم سراغ عشق تو قاجارها. ببینید آقا محمد خان قاجار که هنوز نظر من منفور ترین چهره میتونه باشه. سیر سقوط نهایی دیگه. بدرود و تا هفته. خدا نگهدار.